اخیرا از صحبت های اخیر بنده که منتشر شده اند و این صحبت ها را بنده هیچ غرضی نداشتم که این صحبت ها کردم و نه قصدم اختلاف بود و من خودم از اختلاف بیزارم و از تفرقه بیزارم. اینها به خیر بود و بدون غرض بود و یک سری حق و حقوقی بنده احساس می کردم که برگردن ما هست. با تشخیص خودم مصلحت دیدم که یک سری صحبت های انجام بگیره در جهت خیر. صحبت های بنده خلاصه میشن تو این سه تا نکته. اولا بود که بنده گفتم به همه بزرگان دین ما احترام بگذاریم، به اولیای خدا، به دوستان خدا، خصوصا صحابه کرام رضوان الله تعالی مجمعین و اهل بیت اعظم، هم فرزندان آن حضرت، هم یاران آن حضرت، چرا که نه در سختترین شرایط در خدمت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بودن و در تمام مواقع سخت از آن حضرت دفاع کردند و همراهی کردند. ولهذا حرمتشون بر همه ما مسلمانان لازم هست که ما حرمت اینا را نگهداری بکنیم. و نکته دیگری که بنده یادآور شده این بود که استغاثه و استمداد تنها از الله تعالی بشه. الله هست که اولاد میده، اولاد الله هست که شفا میده و الله هست که کرونا را آورده، مریضی را برطرف میکنه. با من به توسل اصلا نرفتم و بسیاری گفته که توسل انکار کرده و در حالی که من توسل یک بحث جدا هست و که او بحث داره که چه نوع توسل درسته از لحاظ شرعی. این بحث استمداد و استغاثه مستقیم از الله و این صحبت قرآنی که قرآن می فرماید شما الله را فریاد بزنید و الله را ندا بکنید، الله که شفا میده. من حرف قرآن گفتم و نه اسم کسی از بردن، نه به کسی دیگه صحبتی کردم و صحبت من در رابطه با جامعه مصطفی شفاف سازی بود. گفتن که شفاف سازی بشه، ابهامات دور بشن، به وحدت کمک میکنه و دغدغه برادران اهل سنت برطرف بشه و هرچه که شفاف سازی اونجا انجام بگیره در جهت رفع دغدغه برادران اهل سنت، در جهت تحکیم وحدت. و از همه این حرف ها هدف هم اصلاح بود، نه اختلاف. در حالی که من در این صحبت ها به کسی نه توهینی کردم، نه اهانت کردم، نه از کسی نام بردم در صحبت هایم، اما بسیاری با شدت انتقاد کردن و من از انتقاد حراس ندارم و معتقدم که چیزی که آدم بگه به دیگران هم اجازه بده که حرف بزنه، ولی نه دروغ نه تهمت. بعضی تهمت بستند، بعضی دروغ گفتند و تا جای تهدید هم بعضی پیش رفتند. این نمک ناشناسی هست که بعضی انجام دادند و ما همه این خدماتی که انجام گرفته، همه این دفاعی که از این طرف بوده از وحدت و از کشور و از جمهوری اسلامی و همه این امرایی ها را بعضی متاسفانه نادیده گرفتن. طرحهایی که نقشه هایی که دشمنان داشتند برای به هم زدن امنیت کشور در شرایط حساس و برای به هم زدن وحدت و کشیدن کشور به جنگ داخلی، جنگ فرقه‌ای، اینها همه برای اینا هزینه پرداخت شده. چندین بار بنده شخصا مورد تهدید قرار گرفتم از افراطیون، از تندروها، از تکفیری ها که شما از وحدت حمایت میکنید، شما وحدت شیعه و سنی را مطرح میکنید،
و همینطور از افراطیون شیعه هم مورد تهدید قرار گرفتم. ما موضع خالی نکردیم. ما برای امنیت کشور، برای وحدت شیعه و سنی، وحدت مسلمانان، هم پارچگی و یک دستگی ایران خیلی تلاش کردیم. نه تنها بنده این که ما میگیم، بلکه هماهنگ با علمای دیگه، هماهنگ با جامعه اهل سنت سیستان و بلوچستان، با اهل سنت استانهای دیگه سینه سفر کردیم در مقابل دشمنان. این نیست که تنها ای امنیت دولت توانسته نگهداری بکنه، مسئولان زیرفت تنها نبودن، ما اونا را تنها نگذاشتیم، بلکه جلوتر از اونها بازی رفتیم، از امنیت دفاع کردیم، از وحدت دفاع کردیم. متاسفانه بعضی هستن که نان جمهوری اسلامی را میخورن، از بیت المال میخورن، ولی چنان تخریب، چنان تهمات، چنان افترا ما انتظار نداشتیم. با همه محرومیتی که در قسمت اهل سنت، همه میدونند که اهل سنت مشکل داشتند و ما هنوز مشکل داریم. اگر ما زبان باز کنیم و حرف بزنیم خیلی مشکلات مطرح می کنیم، ولی ما همه این مشکلات ها به هر حال سکوت اختیار کردیم. این سکوت ما به خاطر وحدت بوده، به خاطر هم یک پارچگی بوده، و اینکه کسی بالاخره حرفی جایی بزنه یا گزارشای بنده از جایی به من برسه، از این محراسی نداریم. بسیاری در صحبتهایشون تلاش کردن که ما را جای وصل بکنن و ما را جای وابسته می بکنن به کشورهای دیگر، به خیلی گرایش های دیگر، گرایش های تند ما را وصل بکنن، در حالی که این وصله هم خدا می داند که به ما نمی چسبه، چرا که انتقادهای ما موجودن، حرفهای ما موجودن. همون کشورهایی که اونها نام میبرن، من برها جون انتقاد داشتم و شیوه بنده همینه. بنده وابسته نه به هیچ گرایش تندی هستم و گرایش ما اعتدالیه و ما میان روی را میپسندیم، نه افراطا نه تفریطا. ما انشاءالله وصلیم به الله تعالی و به حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و به قرآن عظیم الشان و به سنت و سیره پاک حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. همیشه و همواره گفتیم که مسلمانیم و به دین اسلام افتخار میکنیم و افتخار ما به کشور خودمون هست. همه جا مدافع کشور بودیم. در هر کشور بنده سفر کردم، از حقوق اقلیت های انجا دفاع کردم و حتی اقلیت های شیعه که در اون کشورهای هست که اقلیتا عزیزان شیعه ما، دفاع کردیم ما اونجا از اونها که حقوق عزیزان شیعه ما رعایت کنید، مراعات کنید. و همیشه در هر جا ما از کشورمون دفاع کردیم و اگر ما حرفی زدیم، انتقادی کردیم، در داخل خاک، در داخل جمهوری اسلامی، در وطن خودمون انتقاد کردیم، بیرون که من رفتیم گفتیم نه، اینجا نه من مصاحبه با این رسانه کردم با این که تقاضا بوده و نه جای دیگه علیه کشور من کلمه ما صحبت کردیم و نه گلایه کردیم. گلایه مونا برای داخل گذاشتیم، گفتیم ما یک خانواده هستیم در اینجا و هر گلایه داشته باشیم آزا یک خانواده ایم و بین خودمون این گلایه ها را داشته باشیم تا ما این گلایه ها را بریم با کسی دیگه بکنیم. و صحبت ما داشتیم و در سیاست های داخلی، در سیاست های خارجی اگر انتقاد داشتیم، ما انتقادمون ها به نحوی انجام دادیم که قصدمون اصلاح بوده. اینجا سایت های درست کردن که شب و روز افترا میبندند و توهین میکنند و نه هنوز از سال هاست و شکایت ما به جای نرسیده، چرا وابسته به یکسری ارگان های است که کسی دستشون نمیرسه. ما شرایط را رعایت میکنیم، شرایط کشور، عزت ایران را میخواهیم، عزت ملت ایران، مردم ایران را میخواهیم. در تمام سانها ما
بودیم حمایت کردیم توی همین رفای مایی 22 بامان رفای مایی 22 بامان گذشته و چقدر بر ما انتقاد شده ولی ما همه این عرف زیرفتیم ولی او وحدت رعایت کردیم اونچه که ما احساس کردیم مسئولیت و مسئولیت اقتضا میکنه ما این عرف مراعات کردیم ما شریک شما هستیم شریک این کشوریم و اهل سنت اینجا جمعیتشون درست بعد از جمعیت برادران عزیز شیعه هست ولی ما جمعیتمون به اندازه یک کشور متوسط دنیا است حق و حقوق داریم ما میفهمیم حق و حقوقمون را و اگر بسیاری از حقوق ما به من نرسیده ما به خاطر وحدت صبر کردیم به خاطر همین برادری به خاطر حرمت کشورمون حرمت دین اسلام جمهوری اسلامی و نباید اجازه داده بشه به افراد تندرو و بعضی از این رسانه رسمی و فرخاش بکنند و هر چه که دلشون میخواهد بزنه امیدواریم که این حرفها ها مؤثر واقع بشه باید اندازه توی کشور آزادی باشه اگر کسی انتقاد داره حرفی داره بزنه حالا این یک احساس وظیفه میکنه وظیفه خدایی میکنه حرفش را میزنه این که تخریب کنند این تخریب ها به هر حال این نه عرف اجازه میده و نه شریعت اسلام اجازه میده چنان چیزی را و ما دیگه جایی اگر شکایت نکنیم دربار فروردگار هست و میتوانیم به دربار رب العالمین شکایت بکنیم ولی ما باید دعای هدایت بکنیم و بر مسئولان هست بزرگان مملکت هست که اینا را تذکر بدن و جاهایی که به هر حال مشکلات هست و پوشیدگی هست دستور بدن که شفاف سازی کنن دغدغه ماها که شهروندیم دغدغه ماها را که وظیفه بزرگان و مسئولان هست که دغدغه ملت را و مردم و شهروندانشون رفع بکنن و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی و صحبی اجمعین.